هادی برای طرف متعه جور کرده. حضرت فرمود یه زن عفیفه سراغ تو میاد؟ با او باش که به گناه نیفتی. یعنی من تمام امام اینه دیگه، تمام نیاز به تو رو بینه. بعد ما داریم چی کار میکنیم؟ جامعه‌مون رو فساد گرفته. چه در کدوممون اینقدر دغدغه داریم سر سوزن برای رفع نیاز جنسی جوانمون؟ خواب مسئولین، خواب دانشگاه، خواب حوزه، خواب انگار رنگار. پوستمونو میکنن خدا شاهده. آمی آدمی این اگه من به این نیازش رسیدگی نکنم، دشمن براش طعمه گذاشته. یکی از روش های اشعای بهایی جلسات مختلط رقص و آواز و عرق خوری و خوندن شعرهای بهاءالله با گیتار توسط دختر هست. یه ما رو فرق کار میکنیم دیگه. میو چند تا اینا تا حالا ما جلسه داشتیم. جذابیت جنسی در جامعه که ازدواج سخت شده. معلومه جواب میده. و تو چی کار کردی برای این کار؟ یعنی شما انگار کنه و برنامه‌ریزی کردی که اونا بیان جذب کنن. این اینجا امکان ازدواج فرامی؟ نه باباش میزن، نه عرف جامعه نه اصلا، نه قوانین درست حسابی، نه حمایت اصلا. قوانین ما امروز نگاه بکنی زندگی ما در مجموع روندهاییه که زندگی مجردی رو تقویت میکنه. بعد طرف به گناه میفته، یه بار دو بار سه بار دیگه فشارش بده اون راهی میگرده و یه ماسمالش میکنه و یا میره سراغ یه فرقه که هم اجازه داشته باشه خدا باشه، هم رابطه جنسی آزاد. دلیل گرایش به فرق، دلیل گرایش به فرق مسئله جنسی است اصلیش. من به شما میگم، اون متخصص تو این زمینه بهتون میگه. اثرات سیاسی داره. اصلا کاری نداره که فلان کاندیدای انتخاباتی چی داره میگه چی نمیگه. او نگاه میکنه تو جلسه اون کاندیدای انتخاباتی توی همایشایی که گرفتن، این طرف خانم‌ها نشستن، اون طرف آقایون، جلسه اون یکی رو نگاه میکنه، میگه تو هم رسن، میگه من به اون رأی میدم.